ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچ ایرانیان. بینندگان گرامی با درود فراوان به شما، بیننده برنامه کوچ ایرانیان از تلویزیون ایران فردا هستید. ما در این برنامه به تلاش 100 سال ملت ایران و همچنین دلایل این مهاجرت و کوچ تاریخی بزرگ ایرانیان میپردازیم. طی این روزها چند رویداد تقریبا نزدیک و شبیه به هم در ایران و آمریکا رخ داده است. در ایران انتخابات مجلس دهم و مجلس آنچنانی که خبرگان نامیده میشود، و در آمریکا انتخاب بهترین فیلم سال که جایزه اسکار را دریافت کرد، و در کنار آن بازیگری آقای دونالد ترامپ در شو کاندید ریاست جمهوری آمریکا همه دیدنی بود. دیدن این سه رویداد در کنار هم بسیار تماشایی بود. و اما در انتخابات ایران پس از سالها بیش از 60% از واجدین شرایط رای گیری در آن شرکت کرده بودند، که این بار هم چون سالهای گذشته نشان از آن دارد که ملت ایران در پی دستیابی به حقوق حق خود است. و طی این سالها ما همیشه شاهد این انگیزه نهادینه شده در بطن جامعه ایران هستیم. این بار هم با وجود فیلتر متجاوزگرانه شورای نگهبان، ملت به پا خواسته ما اعمال نظر کرد و همان که چند تن از سرکوبگران مذهبی را که منتخب ملت نبودند با فیلتر انتخاباتی خودشان حذف کردند، این خود قدم بسیار با اهمیتی است، زیرا مردم هوشیار ما مشخص کردند که امثال محمد یزدی و یا مصباح یزدی ها را که دست نشانده حکومت و رهبر انقلاب هستند نماینده ملت ایران نمیدانند، چون این دایناسورها درست مثل جانیانی که در آغاز انقلاب بدون اینکه نمایندگی ملت ما را داشته باشند به جان و مال ملت تجاوز کردند، اینها همخون ملت ما نبود و نیستند. به هر حال جان کلام این است که با این اقدام ملت از حقوق خودش دفاع کرد و از حکومت مشروعیت زدائی شد، و حال آقای خامنه‌ای از این مهره‌ها چون یک عمری حمایت میکرد، امروز ملت را در مقابل خودش میبیند، اگرچه به روی خودش نمیآورد، ولی این یک واقعیت است. ملت ما به آنجا میرود که روزی حاکمیت را در قرن 21 به دست بگیرد، و در این امر از دیگر کشورهای خاورمیانه حتما پیشی خواهد گرفت. و اما طی چند هفته گذشته ما این شانس را داشتیم که پای سخن یکی از رهبران فدایان خلق بنشینیم. اهمیت قضیه در این است که اصولاً به غیر از نسل جوان دانشگاهی که در رژیم گذشته به این طیف از فعالین سیاسی نزدیک می شدن، باقی ملت ما از اهداف و نظرهای اکثر این جوانان کاملاً بی اطلاع بودند. خوشبختانه آقای مهدی فتاپور که یکی از رهبران چریکای فدای خلق بودند، این تقاضای مرا پذیرفتند تا به اطلاعات ما بیفزایند. قبل از پخش این مصاحبه بد نیست بدانید که من با شخصیتی مصاحبه میکنم که رهبر قشری از چریکهای فدای خلق بوده. او سالها مبارزه کرده، زندانی کشیده و در تمام این دوران با گذاشتن زهر سیانور در کنار دندانهای خود آماده خودکشی بوده است. بگذارید با انگیزه و هدفهای او بیشتر آشنا شویم. آقای فتاپور، خیلی خوشحالم که اینجا در شهر کل خدمت شما میرسم. خیلی منم خوشحالم که میتونیم اینجا هم دیگری ببینیم و با هم صحبت داشتیم، به خصوص اینکه این برنامه شما که من تا به حال توجه کردم برنامه بسیار جالبی از این نظر که نشون میده که
کسانی که عقاید متفاوت داشتند، نظرات متفاوت داشتند، در جنبه‌های مختلفی فعالیت کردند، چطور در یک دوره معینی سرنوشت مشترکی پیدا کردن و مجبور شدن کشور رو ترک بکنن. دقیقا مجموعه اینها این آگاهی رو به ما میده. به هر حال خوشبختم که این فرصت پیش آمد. مهد هستم راجع به فعالیت شما قبل از اینکه تصمیم گرفتید کشور رو ترک کنید یه قدری بیشتر بدونم. من سال 1347 وارد دانشگاه شدم، دانشگاه فنی دانشگاه تهران، و فعالیت سیاسی از همون موقع شروع کردم. بین سالهای 47 تا 52 جزو رهبران یا فعالین اصلی سازمان دانشجویی بودم، فعالیت دانشجویی اون زمان بودم، و بعد در سال 50 با سازمان در ارتباط قرار گرفتم و به جزو کادرهای سازمان بودم. سال 52 من دستگیر شدم یک بار و یک بارم سال 50 و جمعاً 5 سال زندان بودم. سال 52 دستگیری شما در چه ارتباط بود؟ من سال 52 در ارتباط با سازمان چریکای فدای خلق دستگیر شدم. سال 50 در ارتباط با جنبش دانشجویی و مسئولیت‌های جنبش دانشجویی دستگیر شدم. بعد از اون جریان سیاه‌کل بود. بله بله، درست، دقیقاً بعد از جریان سیاه‌کل تعدادی از فعالین دانشجویی دستگیر شدن که من هم جزو اونها بودم. یک سال زندان بودم. بعد از زندان که بیرون اومدم مجدداً در ارتباط با سازمان چریکای فدای خلق قرار گرفتم و سال 52 مسئولیت فعالیت‌های دانشجویی این سازمان رو داشتم و در این رابطه دستگیر شدم. سال 56 که از زندان من آزاد شدم مجدد به سازمان چریکای فدای خلق پیوستم و عضو کادر اصلی و بعداً عضو کادر رهبری این سازمان بودم. سال 57 زمانی که انقلاب شد تصور ما این بود که یک شرایط جدیدی در کشور به وجود اومده و امید این داشتیم که دیگه اون شرایطی که در گذشته بوده تکرار نمیشه، پایان یافته. برای من که از 17 سالگی وارد دانشگاه شده بودم تا سال 57 27 سالم بود، در اون 10 سالی بود که تمام مدت یا در حال کار فعالیت مخفی بودیم یا زندان بودم و اون شرایط رو پشت سر گذاشته بودیم، این تصور وجود داشت که دوران فعالیت مخفی و دوران زندان به زودی تکرار نمیشه یا به اون شکل به پایان رسیده و همون امیدی که اکثر ما داشتیم به آینده کشور در ما بود. متاسفانه این امید مدت کوتاهی دوام آورد و خیلی زود شرایط جدیدی به وجود اومد. ما که تصور میکردیم مردم اومدن توی میدون و مردمی که اومدن توی میدون قادرن و ممکنه که بتونن شرایط رو کلن متحول بکنن، دموکراسی میشه، آینده بسیار خوبی رو در کشور میتونن به وجود بیارن، عملاً اون مردم نمایندگانشون یا کسانی که نفوذ داشتن بین اونها کسانی شدن که بخش دیگه نیروها من جمله ما رو تحت سرکوب قرار دادن. سال 60 بعد از اینکه یک سری سازمان سیاسی تحت فشار قرار گرفتن، اون زمان ما به عنوان سازمان فدایان اکثریت هنوز تحت سرکوب نبودیم. بله ببخشید، بعد اون سال 57 رو خیلی سریع گذشته. می‌خوام بگم در چه موقعیتی بودید شما در روزهای انقلاب؟ من جزء کادر رهبری سازمان چریکای فدای خلق. می‌دونم فعالیتتون چقدر گسترده بود اون روزها. منظور شخص من یا سازمان انقلاب در 57 رو در عرض. خب در 57 که من در تهران بودم و خب جزء کادرهایی بودم که رابطه با خیلی از نیروها داشتم. در بعد از سال 57 جزو افراد مسئول اصلی سازمان جوانان بودم، جزو افرادی بودم که سازمان دانشجویان پیشگام رو تشکیل دادیم، مسئول این سازمان بودم. پیشگام سال 57 آغاز کار فعالیت کرد. مسئول بودم، تو گفتم من در دوره قبل هم مسئول دانشجویی سازمان بودم و بعد از سال 57 هم مسئول دانشجویان پیشگام بودم، عضو کادر رهبری سازمان و مسئولیت سازمان جوانان پیشگام و جوانان سازمان رو بر عهده داشتم. فعالیت سازمان هم خب روشن دیگه به عنوان یکی از نیروهای ولی خب جالب بدونیم که مثلا شما به عنوان شخصیت مسئول در ارتباط با حزبتون بفهمید که سال 58 مثلا چه تحولی رخ داد برای شما. همگام داشتید با تمام نیروها به پیش می‌رفتید. سال 57 55 56 سال بسیار پرتحولی بود. یعنی موضوع بحث از کوچ خارج میشه، برمیگرده به تاریخ سازمان و درگیری‌ها. به هر حال سازمان چریکای فدای خلق یک سلسله تحولات نظری سیاسی پشت سر گذاشت. مسئله مبارزه مسلحانه‌ای که ما بهش اعتقاد داشتیم رو کنار گذاشتیم و معتقد بودیم دیگه باید مبارزه سیاسی کرد. دو سه انشعاب پشت سر گذاشته شد، انشعاب اقلیت و اکثریت پشت سر گذاشته شد. در ابتدای انقلاب ما یک دوره در فعالیت هامون در چارچوب برخورد مثبت با بخشی از حاکمیت های بازرگان و لیبرال ها بود و در مقابل کمیته ها قرار داشت. بعد از چند ماه این ختمش تغییر کرد، ختمش رادیکال داشتیم به عنوان سازمان و بعد که فعالیت انشاب اقلیت و اکثریت به وجود اومد، من عضو کادر اکثریت پیوستم، عضو کادر رهبری اکثریت بودم و خب بعضی از دوستان ما به اقلیت پیوستن که اقلیت ختمش رادیکال داشت
و ما خط مشی حمایت از بخش ضد امپریالیستی و تحولی که میتونیم از درون و در اثر تغییراتی که در آینده به وجود میاد از توی حاکمیت به دموکراسی برسیم، این اعتقاد رو داشتم. و خب پروسه هایی که امروز حالا موضوع مورد بحث نیست که هر کدوم از اینها کجاشون خطا بوده کجاشون نبوده. بعد به سال 59 رسیدید اونجا 59 به همین شکلی 59 به بعد سازمان اکثریت وجود داره دیگه. از سال 60 سازمان هایی که رادیکال بودند، سازمان مجاهدین و سازمان اقلیت و دیگران تحت سرکوب قرار گرفتند. ما چنین موضعی نداشتیم، ما موضعی منفی نداشتیم نسبت به حاکمیت و اون دوره تحت سرکوب قرار نگرفتیم. البته خب اعضایی از سازمان ما دستگیر شدند ولی این دستگیری ها گسترده نبود. سال 61 برای ما روشن بود که به زودی سازمان ما هم تحت سرکوب قرار میگیره و بنابراین از سال 61 ما آماده تدارک شدیم برای اینکه بتونیم دوره فعالیت مخفی رو پشت سر بگذاریم. مطمئن بودیم که این اتفاق دیگه داره میفته، همه شواهد نشون میداد که اونها به زودی سراغ سازمان ما هم میان. چه نوع شواهدی بوده؟ اولا خب سمگیری هایی که در درون رهبران مسئول وجود داشت، در درون مسئولین امنیتی وجود داشت، روشن بود که اونها نمیتونن تحمل بکنن هیچ نیروی دیگه ای که مخالف اونها فکر کنه و در نتیجه قطعا نیروهای دیگه ای که هنوز سرکوب نشدن سراغشون میان. بعد از حضلهای بنی سعد، بعد از سرکوب سایر نیروها روشن بود که سراغ ما میان. و دوم اینکه حرکت های معینی که صورت می گرفت، کنترل هایی که می شد، تغییر مراقبت هایی که می شد، خون هایی که کنترل می شد، روشن بود که اونها در حال جمع آوری اطلاعات هستند و این موضوع قطعا به ضربه منجر می شه. هم تحلیلمون این بود و هم اینکه شواهد مشخصی داشتیم که یک چنین اتفاقی داره می افته. برای ما و حزب توده که اون زمان دستگیر نشده بود و با هم دیگه رابطه نزدیک داشتیم، به همین دلیل ما یک تدارک دیده بودیم برای فعالیت مخفی. در بهمن ماه سال 61 رهبران حزب توده دستگیر شدند. رهبری سازمان همون به دنبال اون دستگیری جلسه داشتش و ما به این نتیجه رسیدیم که باید فعالیت مخفی رو شروع بکنیم و سازمان باید از اون شکل فعالیت علنیش کنار بگذاره. و یکی از اولین گام ها اینه که بخش مهمی از رهبری و کادرها خارج کشور برن و بتونن امن بمونن و یه بخشی در ایران بمونن و بتونن عقب نشینی رو سازمان بدن. خب سازمان ما 10,000 عضو داشت و 10,000 نفر هم عضو سازمان جوانان بودن، یعنی جمعاً ما 20,000 نفر در درون سازمان اون نیرو متشکل داشتیم. این 10,000 عضو چقدر رسمی بود؟ 10,000 عضو رسمی داشتیم. بیشتر دانشگاه بود در درجه اول و همه جا ما اون زمان داشتیم. سال در اون سالها در کارخونه ها، در تمام شهرهای کوچیک سازمان در اون سالها، در اون 5 سال بعد از انقلاب گسترش پیدا کرده بود. و ما اوجش دیگه در همون سال 62 در اوج از نظر تعداد عضو اعضا و گسترش نیرو در کجش بودیم. البته خب هوادار و نیروهایی که قبول داشتن خب خیلی گسترده بود، ولی منظورم اینه که 20,000 نیروی متشکل ما داشتیم و طبیعتاً در یک شرایط مخفی ما باید عقب نشینی میکردیم. بخشی از این نیروها میتونستن فعالیت متشکل داشتن، باید اشکال فعالیت عوض میشد. اکثر کادرهای ما در دانشگاه ها، در محیط های مدارس، در کارخونه ها شناخته شده بودند و ما باید نوع دیگه از فعالیت رو پیش میگرفتیم. به همین دلیل سازمان اون زمان تصمیم گرفت که بخشی از کادرها و بخش عمده رهبری سازمان خارج بشن از کشور و یه تعدادی از کادرها بمونن برای عقب نشین سازمانده عقب نشینی. من جز کادرهایی بودم که تصمیم گرفته شد از طرف هیئت سیاسی، سه نفری که در هیئت سیاسی بودیم، بمونیم برای عقب نشینی سازمان. من با آقای جمشید طاهری پور و آقای انوشیروان لطفی. سال 61. سال 61 در ابتدای در واقع سال 62، اواخر 61 و اول سال 62. و کادرهای دیگه هیئت سیاسی سازمان و بخش عمده کادرهای کمیته مرکزی از ساز کشور خارج شدن و همینطور خیلی از کادرهای دیگه. خب کادرهایی که خارج شدن عمدتاً از طریق آذربایجان وارد رفتن به سمت باکو و وارد شوروی شدن. از این طریق عمدتاً کادرهای رهبری از این طریق خارج شدن، بخشاً هم از طریق ترکیه که به اروپا اومدن یا از طریق کردستان به عراق و بعد به اروپا اومدن. ما خب در چند ماه اول بعد از چند ماه متوجه شدیم که تحت تعقیب هستیم، یه سری امکاناتمون لو رفته و به احتمال قوی لطمه ضربه میخوریم. من در 25 مرداد 62 با انوشیروان لطفی که مسئولیت تشکیلات رو داشت، تشکیلات تهران رو داشت، من با ایشون صحبت داشتم و همه شواهد رو روی هم گذاشتیم و متوجه شدیم که ایشون داره تعقیب میشه و امکان داره که هر لحظه دستگیرش کنن. و می نجی رسیدیم که باید یه سری تمهیداتی بچینیم و ایشون مسئول شد که بره و روابط رو یه سری رو قطع کنه، تشکیلات چند تیکه بکنه و از اینجور تصمیمات. بعد از این دیدار ایشون نیومد، علامت سلامتی نداد و بعد هم که
چند تا حادثه پیش اومد که معلوم نبود که ایشون دستگیر شده یا نه، ولی روشن بود که یه سلسله مشکلاتی در ارتباطات وجود داره. من بعد از این بین مهر و آبان 62 چندین مورد متوجه شدم که تحت تعقیب هستم. اونهایی که بودم دو رفت، خوشبختانه موفق شدم فرار بکنم. در چند مورد یه مقداری هم فرارم یه مقداری با آرتیست بازی بود بعضی هاش. یعنی شما میدیدی که تحت تعقیب هستی؟ تحت تعقیب که میدیدم که بیشتر از میدیدم. یعنی مثلا در خونه ای که بودیم متوجه شدیم که خانم خونه در واقع متوجه شد که خونه داره کنترل میشه، از پشت پرده ای از اون طرف خونه دارن کنترل میکنن و خب ما موفق شدیم که خارج بشیم. جالب اینجاست که در اکثر مواردی که متوجه شدیم، سه موردی که من متوجه شدم خونه کنترل میشه، هر سه بار خانم صابخونه متوجه شد که این مورد مشکوکه. و بعد وقتی من دقت کردم دیدم که مورد واقعا مشکوکه و بعد که بیرون از خونه اومدیم و اینها دیدیم تعقیب میشیم. ولی خب خوشبختانه اون زمان هنوز تصمیم نداشتن منو دستگیر کنن و تعقیب میکردن تا بتونن مجموعه رهبری رو با هم دستگیر بکنن. یه مقداری از این نظر شاید اقبال با ما رو آورد. در اون دوره دستگیر من نشدم. هر بار یه همچین روشی در پیش داشت رژیم که فقط تعقیب میکرد. به هر حال ممکنه بعضی موارد متوجه نشده باشه که من هستم، آدمش میفهمیدن که یک نفر تو این خونه است، نمیدونستن کیه. ولی خب در مواردی قطعا میدونستن که من هستم. ولی روش رژیم این بود که همونطوری در مورد حزب توده به کار گرفته بود، این بود که یک مجموعه رو با هم ضربه بزنه. به هر حال به هر دلیلی بود که من نمیدونم تعقیب اونها کردن اون دوره. در تعقیب من متوجه شدم و فرار کردم. بار آخری که اونها تلاش میکردن که ما رو دوباره به دام بکشن و احتمالاً این بار میخواستن دستگیر کنن، من متوجه شدم و دیگه کلن از روابط سازمانی بیرون رفتم، روابط شخصی رفتم جایی که روابط شخصی داشتم و تونستم از اون مجموعه طولی که وجود داشت اومدم بیام بیرون. به هر حال در یه شرایط سختی بود در سالهای 62، در چند ماه به خصوص از مرداد تا آبان 62، و در دی 62 من از کشور خارج شدم. سازمان تصمیم گرفت که اعضای کادر رهبری که در داخل موندن اونها هم خارج شدن از ایران و متوجه شدیم که اینا حتما لذربه میخورن. من از مرز افغانستان خارج شدم به این شکل که ما رفتیم زابل، در اونجا لباس افغانی پوشیدم و کاچاخچی بود که ما را قرار بود از مرز، من را قرار بود از مرز خارج بکنه. ریش داشتم، ریش بلندی داشتم، تغییر قیافه داده بودم کاملا با یک. من فقط میخوام بدونم با خارج شدن شما با چند تن از دوستان یا دستگیر شدید، پس فعالیت سازمان شما تقریبا راکت شد در سال 62؟ نه، سازمان در سال 62 روابطش رو، من اون سالهایی که ما در مدتی که در ایران بودیم سازمان رو، روابط رو کوچیک کردیم. کادرهای سازمان در گروه های کوچیکتری سازمان داده شدن. بعد از سال 62 هم این پروسه ادامه پیدا کرد. ولی خب بچه دوستانی که مونده بودند و در تشکیلات بودند سال 65 ضربه خوردن. یعنی سه سال بعد بود که تشکیلات سازمان ضربه خورد و کادرهایی که در ایران مونده بودن اکثرا دستگیر شدن یا بعضی هاشون فرار کردن و خب خیلی هاشون در اعدام های سال 67 اعدام شدن. سال 62 هنوز تشکیلات سازمان باقی مونده بود، یه تعدادی دستگیر شدن ولی ضربه سنگین سال 62 تشکیلات سازمان نخورد. شما تونستید به راحتی از مرز افغانستان خارج بشه؟ در مرز افغانستان شاید بیمداری داستانی داره. اون هم خب حالا در مرز افغانستان به این شکل شد. اتفاقی که افتاد این بود که قاچاقچی بود ما رو برد با یه مداری راه با وانت و بعد یه مداری با اسب رفتیم تا رسیدیم به یک رهکده‌ای درست در مرز روبروی شهر نیمروز. اون طرف شهر نیمروز بود، این طرف در ایران در کنار رودخونه، رودخونه هیرمن. رودخونه هیرمن البته رودخونه پهنی نیست، رودخونه نسبتاً باریکیه، یعنی شاید 20 متر. ولی قرار این بود که نیمه شب ما بیایم سوار یک قایقی بشیم بریم اون طرف. اون شبی که ما رفتیم یه مقداری آب بالا اومده بود و در نتیجه یه مقداری رد شدن از آب سخت بود. آبم هوا که بسیار سرد بود، چیزی در یک درجه دو درجه بالای صفر بود. من متوجه شدم که وقتی رسیدیم قاچاقچی ها گفتن آخ چیکار کنیم حالا، نمیشه. من رفتم جلو پرسیدم چی شده، گفتن این دوست ما باید این قایق رو میورد این برای رودخونه، حالا گذشته اون طرف، حالا ما چیکار بکنیم، نمیشه که بریم رد شیم، باید بریم توی این رهکده بمونیم تا فردا بیاین دوباره خارج بشیم. من همونطور که برای شما صحبت کردم تو اون ماهای آخر خب چندین بار من با مشقت زیاد فرار کرده بودم. یعنی من فکرم با آرتیست بازی یه بارم ماشین پایین پریده بودم در حال حرکت، ماشین رفته بود پاسدارا دنبالشون رفته بودن، یکی دوبارم با یک
مشکلات زیادی و در نتیجه خب این که در آخرین لحظه‌ای که اومدم کنار مرز بخوام دوباره برگردم توی این روستا نسبت به این قاچاقچی حالا کی هستن، ممکنه حتی اینا ما رو نمیشناسن، همین الان برن دستور بگیرن همون شب ما رو بگیرن، مشکوک بودم به این قضیه و اصلا فکر کردم این رو کار رو نمیتونم بپذیرم که یه روز اینجا بمونم. تو فاصله که با هم صحبت میکردم بدون اینکه من چیزی به اینها بگم همونجا لباسم رو کندم و پریدم تو آب. خب من شناگر بودم، من شناگر ماهری هم بوده، شناگر بودم، شنا کردم، خیلی پنجامش شنا بود، خیلی سهلی بود، پنجامش شنا راحت چیزی نبود، تا اون تقیل سرد بود آب، ولی خب توی اون وضعیت روانی و با اون این کردم چند تا دست پام میزنه خب یه مداری گرد میشه دیگه. رفتم اونوری رودخونه، شنا تا اونوری رودخونه مشکلی نبود، توی رودخونه یه پنجامتر شنا مشکلی قایقی بود که باید میبودم اینور، چون من قایق پارویی بلد بودم بزنم، ولی این از این قایقایی بود که مثل بلند باید بلن. چوب میزدین زید کف رودخونه و حرکت میکرد و من هرچی میزدم یکی اینور یکی اینور میچرخیدم دور خودم، ولی سخت، خیلی سخت دور قایق آوردم اینور، نیمه شب و صد متری رفتیم پایین و آوردم اینا رو بردیم اونور دیگه. داستان جالبی که برای ما پیش اومد، حالا بعدم براتون میگم ادامش رو. به حال اومدیم این طرف، قاچاقچی‌ها رو سوار قایق کردیم و با هم دیگه، اونا خب بلد بودن، سریع رفتیم اون طرف و خودمون رو معرفی کردیم به پاسگاه‌ها که ما پناهنده هستیم و خب اونجا اون موقع به اصطلاح مجاهدین تمام راه‌ها رو کنترل می‌کردن و شهر نیمروز رابطش با بقیه افغانستان قطع بود. شهرهای بزرگ حالت یه جزیره‌ای داشتن که دور تا دورش رو همه روستاها رو دست مجاهدین بود، به خصوص در منطقه همون منطقه‌ای که ما بودیم. شهر نیمروز هم که اسمش شهر در واقع یه روستای بزرگ بود، یعنی اگر بعد در اشل ایران در نظر بگیریم، ولی در افغانستان اونجا مرکز استان سیستان افغانستان بود. خب چند روز بعدش هواپیما اومد و همه ارتباطات از طریق هواپیما بود. من سوار هواپیما شدم رفتم کابل و دوستان ما که رفقای ما که قبلا خارج شده بودن از کشور تاشکند مستقر بودن عمدتاً، و بعد از کابل من رفتم تاشکند، رفقا رو دیدیم و تصمیم گرفته شد که من بیام اروپا. دوست رفقا اکثرا خارج بودن، تصمیم گرفته شد که من بیام اروپا و مسئول اروپا بشم در سازمان عضوار اروپای خارج از کشور سازمان بشم. ولی تا فاصله اروپا رفتن و ویزا و غیر جور بشه قرار شد من برگردم سر مرز و به اصطلاح کار بکنم روی ارتباطاتی که با ایران هست و کسانی کادری که باید از ایران خارج بشن و سازماندهی بکنم خارج بشن و کسانی که همون مسئول تشکیلاتایی که در ایران مسئولین مونده بودن بیان سر مرز اونجا من ببینمشون با هم صحبت بکنیم و برگردن، و چنین مسئولیتی 6 ماه داشتم و برای 6 ماه من برگشتم تو همون شهر نیمروز بودم. و خود تو شهر نیمروز خیلی دوران جالبی بود، دوران پر سامانی هم بود، اصلا شهر دوران جنگ بود دیگه، شهر نیمروز بود و اطرافش همش دست مجاهدین بود و از چند وقت خمپاره مینداختن و درگیری بود، ولی به هر حال شهر امن بود. خود شهر رابطه شما با مجاهدین چگونه بود؟ هیچ، مجاهدین اون موقع هیچ رابطه با مجاهدین، حتی طالبان اون موقع نبودن، اون مجاهدین افغانی، مجاهدین که البته مجاهدین افغان دیگه، ما با مجاهدین ایران اشتباه نشه، اونها خب قبل هنوز اون طرف ها اون موقع گلبدین حکمتیار بود، اون طرف گروه های دیگه بودن که بعدا خب پیوستن به طالبان اکثرشون، ولی هیچ ارتباطی نبود، اونها مخالف بودند و مخالف دولت بودن و ما هم از طریق اون و از طریق سازمان ملل یا طرق دیگه سعی میکردیم که خارج شد. بس به شما یاری میدادن؟ کیا؟ مجاهدین برعکس، مجاهدین ضد ما بود، مجاهدین علیه حکومت بودن، ما به حکومت و بدونی پناهنده شده بودیم. مجاهدین افغان که میگم طالبان، اونها که کلا ما در شهر بودیم، اونها اطراف شهر دست اونا بود و اونا با کلا مخالف بودن، با شما هیچ کاری نداشتن، شما داخل شهر، اونا خب شهر دست نیروهای دولتی بود، یعنی اطراف شهر رو اونا داشتن، ولی به همین دلیل با اتوبوس با ماشین نمیشد شهرها رو رفت، با هواپیما باید فقط ارتباط جالبی شهر. که از اون شهر که کوچیک با هواپیما ترسیم به کابل، هواپیما داشتی هواپیما دو موتوره میرفت میومدی، روسا بودن دیگه اون موقع، روسا اونجا بودن و روسا ارتباط هوایی رو از طریق روسا برقرار بود دیگه، هواپیماهای روسی بود و اونا تمام بار و تمام غذا و اینا رو از طریق هواپیما می آوردن برای شهرهایی مثل شهر نیمروز که اطرافش، یا از طریق کاروانهایی با تانگ و اینها می آوردن و می رسونن. شما داشتین جا به جا می شدین، ایرانی های دیگه هم با شما بودن؟ منظورتون از کجا؟ در همون جایی مثلا با نیمروز؟ نه نیمروز ایرانی های عادی نبودن، تماما بچه های سیاسی بودن که برای خروج از کشور اومده بودن. من اونجا توی در رابطه با شهری که بودیم اونجا همین افراد سازمان خودمون بودن و در این رابطه بودن. آه. با ایرانی های دیگه تماسی نداشتیم.
چون شهر کابل من نبودم که، تو شهر کابل نمونده، من فقط در همون مرز بودم، من درست سر مرز بودم. من برگشتم سر مرز و جالب اینجاست که خب این باری که برگشتم خب کت شلوار تنم بود و ریشم و زده بودم و اصلا بیافم چیز دیگه ای بود. با این افغانایی که اونجا رفیق شدم، اونها صحبت از یک صحبت میکرده، خیلی ها اینجا از مرز خارج شدن، ولی یک آدمی خارج شد، یک هیکل داشت این هوا، یک آدم عجیب غریبی بود. بعد همینشون داستانشون که تعریف میکردن، میگفتن مثل ماهی شنا کرد، رفت اون ور اومد، قاچاقچی ها میخواستن اینو بیارن بیرون، این رفت قاچاقچی ها رو آورد بیرون. و تو داستاناش، حتی اینا که میگم چند جمله است، ولی تو داستانهایی که از این آدم تعریف میکردن، این تیکش من دیدم به داستان من میخوره. و ازشون پرسیدم، من اونجا اسمم مصطفی بود وقتی از مرز خارج شدم، اسم جالب. بعد از اینا پرسیدم خب این آدم اسمش چی بود؟ گفتم مصطفی. گفتم میشناسمش، خیلی اون آدم عجیب غریبی. به حال من 6 ماه اونجا بودم و بعد از طریق ویزا گرفتیم و اومدم فرانسه. همسر من از همون ابتدا خارج شده بود، هم جداش خارج شدیم، ایشون رفتش تاشکند، 6 سال تو تاشکند بود و من اروپا بودم، 6 سال با هم زندگی نکردیم. ایشون هم از راه کوه خارج شد؟ نه نه، ایشون از مسیر رودخونه دستجیر آستارا هست، به شمال کشور خارج شدن و ایشون رفتن تاشکند. من می اومدم بعضی وقتا تاشکند، ایشون رو می دیدم. جالب اینجاست اولین بار که همون بعد از فرارم، من امروز 1 سال بود پسرم رو ندیده بودم. من وقتی تاشکند رفتم، خب بعد دوستانی که اونجا بودیم جمع شدن و پسر و همسرم رو دیدم، مهمونی بودن و خب به پسرم گفتن این باباته و اون هم خب میدونست که به همه دوستان مادرش و دوستانی که ما داریم گفتن عمو، عمو احمد، عمو علی، فلان، میدونه گفتن این باباست، این هم دیگه به من میگفت عمو بابا. ابتدا فکر میکرد این هم یکی از افرادیه که. بعد ما شب رفتیم نشستیم با خانومم و هم دیگه ما نشستیم، همین دوستان جمع بودن صحبت کردیم و بعد خب همه رفتن، ما موندیم. این پسر منم به خانمم گفت برو بخواب اون اتاق. این رفت و دید همه رفتن، این عمو بابا نمیره، مشکوک این چه اتفاقی افتاده. بلند شد دوباره اومد این اتاق، دوباره سری کشید، خانمم گفت برو بخواب. این دوباره رفت، دوباره برگشت، تا خلاصه یک ساعتی این نمیخوابید، همین ما سرک میکشید که اینا چه میکنن، چرا اینا نمیره این عمو بابا. ما هم دراز کشیدیم چشمامونو بستیم، اون یواشی دوباره اومد، بچه یه سال، 1 سال و 2 ماهش بود، 1 سال و 1 ماه یواش اومد و وایساد نگاه کرد و موقع 2 سالش بود وقتی خارج شده بود، 1 سال اومد یواش نگاه کرد و دیدش که نه اینا خوابیدن دیگه، بعد رفت گرفت خوابید. بنابراین من اومدم فرانسه، ابتدا چند سالی فرانسه بودم و بعدم که خانم اومد. چی دلیل شما رفته به فرانسه؟ من قرار بود بیام اروپا دیگه، اروپا که ویزایی که جور شد اومدم فرانسه، خب فعالیت سیاسی مرکزش فرانسه بود، برای من ابتدا اومدم فرانسه، فعالیت سیاسی عمدت افراد سیاسی سرشناس همه اون موقع تو فرانسه بودن، کسانی که سرشناس پاریس بودن، پاریس بودن یا بنیستر اونجا بود، مجاهدین اونجا بودن، اکثر نیروهای چپ بودن و منم اومدم اونجا به عنوان مرکز فعالیت. ولی بچهای سازمان ما و چپ ها عمدتا آلمان بودن کادرش. من مدت فرانسه بودم ولی حتی اون روزها تماما تصور این بود که این دوران کوتاهه. ما اصلا تصور اینو نمی کردیم که این مهاجرتی که ما داریم می کنیم حالا مثلا 20 سال، 30 سال، حتی 5 سال طول بشه. همه فکر می کردیم یه مدت کوتاهیه و این ضرباتی که سازمان هم می خورن ما دوباره باید بگردیم، حالا ممکنه برگردیم، ممکنه حالا فعالیت مخفی به اون شکل نکنیم، ولی به هر حال برمیگردیم ایران و مثلا ممکنه فعالیت علنی نتونیم بکنیم، ولی به شکل مخفی به شکل‌های مختلف ما فعالیتمون تو ایران خواهد بود و به هیچ جا این تصور رو نمی‌کردیم. به همین دلیل من سال‌هایی که تو فرانسه بودم هیچ اقدامی در جهت یک زندگی معمولی که بخواد آدم تو اروپا زندگی بکنه نکردیم، فقط کار سیاسی می‌کردم دورانی که من در فرانسه بودم در چند سال اول. دیگر افراد سازمان شما هم همین موقعیت داشتن؟ اکثراً، اکثر کاترها اینطوری بودن، هیچ کدومشون، کاترهایی که خیلی فعال نبودن خب به تدریج شروع کردن رفتن دانشگاه و غیره، ولی بخش مهمی از کاترها در اون سالهای اول اساساً اینی که فکر کنن مثلا باید زندگی بکنن دیگه تو خارج کشور و در نتیجه شرایط زندگی معمولی رو در خارج کشور در این حال فراهم بکنن، اکثرا تو این فضا نبودن، به خصوص ما که عضو کادر رهبری بودیم. من بعد از چند سال به این نتیجه رسیدم که باید دیگه شرایط زندگی رو تأمین کرد، باید زندگی کردیم، یعنی باید موندگار باشیم، باید موندگار باشیم و فعالیت سیاسی در شرایطی امکان پذیره که شما یک فعالیت، یک زندگی
معمولی مثل همه مردم آلمان، اروپا، فرانسه غیره داشته باشید، وگرنه فعالیت حرفه‌ای سیاسی که امکان نداره تا ابد وجود داشته باشه. وقتی نمیشه ایران برگشت، اینجا باید چنین فعالیتی کرد. خب اون موقع فعالیت سختی بود، ما از ایران اومده بودیم، نه مدرک تحصیلی داشتیم، نه امکانات زندگی داشتیم، باید از صفر شروع میشد، همه چیز باید از کامل از صفر شروع میشد، هیچ پشتوانه حمایتی داشتیم، هیچ. من خب بعد از چند سال خانومم اومدش، منم به دلیل ایشون اومد برگشتم، اومدم آلمان، ایشون وارد آلمان شد و من عوض کردم پناهندگی، ما از فرانسه اومدم آلمان. و در این دوره خب من رفتم درس خوندم، صبح درس میخوندم، شبها کار میکردم، کارگری ساده، و خب یه زندگی بعدی تونستیم اینجا زندگی عادیمون رو سر سامان بدیم. و خب فعلا شما میدونید که فعالیت سیاسیمون در این دوره ادامه داشته تا به امروز. نتیجه و فعالیت هست چه شده آقای فتاح‌پور؟ ببینید عملا این شد که سازمان های سیاسی به اون شکلی که بودن ضربه خوردند. سازمان ما، سازمان در سال 65 ضربه خورد، بعد در طی دهه 60 عملا تمام تشکیلات هایی که وجود داشتن در ایران و فعالیت مخفی میکردن یا علیه حکومت منظرم بودن سرکوب شدند و فعالیت دیگه تو یه شرایط دیگه ای کلن آغاز شد، یعنی فعالیت از نو آغاز شد. برای ما دوران سختی فعالیت این بود که ما یک تصوراتی داشتیم در مورد آینده جهان، سوسیالیسم، و امیدهایی داشتیم، انتظاراتی داشتیم، آرزوهایی داشتیم، اونجوری که ما میخواستیم تحقق پیدا نکرد و یک دوره‌ای که باید از نو بازبینی میکردیم ایده هامون رو و ببینیم که کدوم ایده صحیحه و دنبال چی باید بود و باید از نو شروع میکردیم. این همزمان بود با ضربه سنگینی که در ایران خورده بودیم. امید و آرزویی که مردم ایران همه داشتن و من جمله ما داشتیم به انقلابی که شده بود و تصور این رو داشتیم که این انقلاب میتونه یک تحولات بسیار مثبتی در جامعه به وجود میاره، به عکسش تبدیل شده بود. و در کنار اون اکثر رفقای ما، دوستان ما، هر کدوممون کسان زیادی رو میشناختیم که کشته شده بودن. من خیلی از دوستان نزدیکم، بخش عمده دوستان نزدیکمون در این پروسه ها کشته شدن، دستگیر شدن همون سالهای 61 62، بعضی هاشون سال 65 یا قبلتر، جدا از کسانی که قبل از انقلاب کشته شده بودن، عملا بخش عمده دوستان ما کشته شده بودن. بخش عمده بعد از انقلاب کشته شده؟ بعد از انقلاب، قبل از انقلاب، هر دوش. بخشی قبل از انقلاب، بخشی بعد از انقلاب، به خصوص بعد از انقلاب. بعد اینا همه با این پدیده که به هر حال باید در سنهای بالاتری ما بچه با خانواده باید شروع میکردیم، یه وضعیت زندگی عادی در که بتونه آدم زندگیش رو بکنه و بتونه فعالیت سیاسیش رو در همون چارچوب ادامه بده برای خودمون تأمین میکردیم. اینا خب یک مجموعه دوران سختی بود، دوران 90، یعنی اون دوره بحران‌های فکری، بحران سیاسی، بحران شکست امید. اینها دوران سختی بود که خب به هر حال باید باش کلنجار میرفتیم دیگه. در دوره اون دوران خب فعالیت‌های سیاسی در یک چارچوب‌های سیاسی ادامه پیدا کرد. ما تلاشمون رو کردیم و هنوز هم این تلاش رو من ادامه میدم که معتقدم که نیروهای سکولار جامعه، نیروهای جمهوری خواه جامعه، یک بخش بزرگی از نیروهای جامعه ایران هستند. کسانی که معتقدند که دین باید از دولت جدا باشه و کسانی که یک حکومت عرفی و دموکراتیک رو برای ایران میپسندند. این نیرو متشکل نیست در ایران، سرکوب شده، ولی که بخش عمده نخبگان ایران در اینجا سمت‌گیری دارن. یعنی شما اگر در بخش تحصیل کردگان، مدیران، هنرمندان، روزنامه نگاران، به هر حال نخبگان فکری، عملی، اجتماعی شما آمارگیری بکنید، بخش بزرگیشون در این جهت سمت‌گیری دارن. و خب این نشون دهنده اینه که این نیروی اجتماعی نیروی بسیار گسترده و قویه و بنابراین کسانی که در این جهت فعالیت میکنن باید بتونن تلاش بکنن که این نیرو که نقش اجتماعی قوی داره در ایران بتونه نقش سیاسی جدی تری پیدا بکنه. فعالیت‌های ما در این جهت بوده که تلاش بکنیم که هنوز هم در همین جهته که بشه جمهوری خواهان ایرانی، نیروهای سکولار ایران، اینها نقش جدی‌تری پیدا بکنن و بتونن تاثیرگذاریشون افزایش بدن. طبیعتاً خب من به عنوان یک نیرویی که به جنبش چپ تعلق دارم، به عنوان سازمان فدایان اکثریت بودم و هستم، تلاش در جهت این که نیروهای چپ در ایران بتونن بازبینی کنن فکرهاشون رو و با فکرهای مدرن چپ بتونن یک تأثیر گذاری بکنن و یک تشکل مدرن چپ داشته باشن و بتونن نقش داشته باشن در آینده ایران. در این جهت طبیعتاً امیدوار هستیم که فضای به وجود بیاد در ایران که یک روزی بتونه این سازمان در داخل کشور دوباره فعال بشه.
ببینید سازمان، من وسیع تر از سازمان میگم. شما ببینید بعد از حاکمیت جریان های دیکتاتوری که وجود داشته مثلا در آمریکای لاتین، امروز 20 سال گذشته و بعد از 20 سال شما میبینید که جریان های مختلف سیاسی، تشکل های چپ، تشکل های لیبرال، تشکل های مختلف امروز حضور دارن و نقش ایفا میکنن. کشور ایران و جامعه ایران دشوارتره. من فکر میکنم به هر حال این مسیر، مسیر گریزناپذیریه و این مسیر در ایران طی خواهد شد در هر شکلش. ما امیدوارم که این مسیر بتونه با مشقات و دشواری های کمتری طی بشه، ولی به هر حال طی خواهد شد. و طبیعتاً اینکه شما میگید امید، قطعاً این امیدی که این نیروها، نیروهای جمهوری خواه ایران، نیروهای دموکرات ایران و نیروهای چپ ایران بتونند حضور داشته باشند و بتونند در حد توان خودشون نقش مهر بزنن روی تحولات جامعه ایران. با سپاس فراوان شما. خیلی ممنون.